سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون. اسم من نیایشه. سلام، من از سجادم. نمیری. سلام، من از سجادم. خب بچه ها، قرار ریاکت بریم به یکی از موزیک های آلبوم زار از چرسی که تازه اومده. این فکر کنم تنها موزیکی که موزیک ویدیو داره. آره. یا نه؟ تنها ترکی از آلبومی که موزیک ویدیو داره همون ترک زار هست و بازدیدش هم خیلی بیشتر بود به خاطر که موزیک ویدیو داشت. همه ترک‌ها مثلا الان ما داریم ریاکت می‌کنیم 6000 تا بودن، این 35000 تا بود. خدا کم نیست برای آرتیست مثل چرسی واقعا؟ نمیدونم، ولی من یه تیکای داخل اینستاگرام دیدم موزیکش انگار به زبان فارسی نبود، به زبان بندری بود. بعد شاید و اینکه آلبومش هم خب هیچ گونه فیتی نداشت. معمولا آلبوم فیت میذارن داخلشون که تبلیغ آلبوم بشه. یه دونه فیت داشت با کنیس بود، یکی دیگه هم بود اون حسین بوشهری. اون نه یه کنیس بود با یکی دیگه معروف. آره نمیدونم، بذار نگاه کنم. کنیس بود و که رپر هم نبود، اون باز مثل کنیس بود. مثلا مجید سالاری، نه کنیس، مرس و حسین بشیری، فیت، الکل نویز، آریا، هومان دیگه. آره کنیس و هومان. آره فیت با کنیس و هومان داره، من هومان رو نمیدونستم. یکی دو تا هم دیگه داره که بچه های هستن که سنتی خونن و از همشهری های خودشان اگه اشتباه نکنم. خب بدون معطلی بریم و بیایم موزیک ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بچه ها برگشتیم، موزیک ویدیو رو با هم دیگه ببینیم از چنل یوتیوب چرسی. همون سمت محل خودشون هم فکر کنم گرفته دیگه، با دشتاشه یا کندورا. یادا به ما بزار به ما سر زده سر را خسته بودم خیلی وقت کسی گوشی ندادم به گپ ما. ما بابا شما شد تو عشق بزن لوتی با سرکندی منو توم زمین یه جا برم با شوتی و از زن لنگی. فاز باحالی داره موزیکش، ریتمش باحاله، ولی اصلا نمیفهم چی داره میگه. من فکر میکردم مثلا لهجه است، فکر میکردم لهجه است مثلا بندریشون، ولی خودش مثل زبونه. زنشه این که داره کل میزنه؟ بلونده زنشه. من زیاد حال نکردم باشون، نمیفهمم چی میگه. نه حال کردم با اینکه نه من دوست دارم بفهمم چی میگه. حال نمیکنم، یه جوریه مثلا کلا وایبش خیلی متفاوته. آره متفاوت بودنش رو درک میکنم، ولی اینکه خب یک دلیلی که اصلا کلا اکثر بچهای ریاکت کار نرفتنم فکر کنم همینی که خب نمیفهمم چی میگه. آره اینکه قبلش مثلا بریم بپرسیم، پرسجو کنیم ببینیم چیه داستان. تصویرش هم آخه یه تصویر خیلی ساده است، یه جا داره مثلا میرقصه و نه لوکیشن خاصی داره نه چیزی. یعنی بیشتر واسه حس میکنم افرادی که سمت خودشن و میدونن مثلا این محله کجاست و میفهمن چی میگه خیلی جذابتر باشه. یعنی ممکن مختص اونا موزیکو داده. خیزر و نچلیده نه تو مثل پارزر و ناشوبن دلیشه بی دیر یا اون گفته بهش جایی فاش مکن بازی که سری با فاطمه گلی فروخ به ما بلاسن و نواست دور بشه دزی قصد زیر فشار رو چه شش نه مامی چیش تو مجد پوشت اتر بیگفت لکنت نفین و شهاندن پوشن دلی هنو پیشه ای چوتن ای باد خواستش تا راستن. چاکا فکر کنم همون که داره پانتومی دیگه اجرا میکنه دیگه فکر کنم.
دست دادن احتمالاً ولی دست ریتم موزیکش با دست میخوره باحاله. یعنی این موزیک به نظر من مثلا دوره هم جمع شده باشید و اجرایی که زنده کنه خیلی خفن میشه، حسال باحالی میده. مثلا همین تنبکشو بزنن و با دست بزنن بخونه خیلی خفنه کلا. ولی آلبوم زار وقتی اومد بیرون چون که فیت خاصی نداشت همه تمرکزشون رو این بود که با اینکه فیت خاصی نداره ولی خب آهنگسازای خیلی خفنی توش آهنگ ساختن و الان یعنی نزد آخر کی آهنگ سازش تو یوتیوب نزده بود. آره و میدونم که الکونویز آخرش کاگان هم هست تو کل آلبوم، الان این ترک نه ولی هم الکونویز آهنگ سازی کردم کاگان بکشید یالا بزنی جاکر 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 نبویی تو به ما لبه زد که بپ زار صبح گروم و هدیت که توی دست دار نبویی تو به ما لبه زد که بپ زار صبح گروم و هدیت که توی دست دار. این شبیه چیزه علی سرانای موزیکی داشت ناخدا جلال بعد انیمیشن ساخته بودم براش شبیه انیمیشن ناخدا جلال شده. کست کار و آهنگساز کیه؟ دایرکتور سینا دانش. آهنگساز چرا نزدی؟ پرودوسر فرگال. موزیک پرودوسر نداره که پس همون میشه فرگال فرگال یا فرگال. خب گوش دادیم موزیک زار از آلبوم زار چرسی و با هم دیگه تقریبا چیزی ازش نفهمیدیم، فقط حس میکنم یه موزیک شاد بود که دوست داشت چاله بزنه. نفکرم سناریو داشت سناریو نمیدونم، ولی اگر داشت و نداشت متوجه نشدم. حتی تو دیسکریپشن هم متن موزیکو زده باز ترجمهشو نذاشته بود یا هیچ سناریو خاصی ازشو نذاشته بود که ما بفهمیم، ولی در کل من خدای خوشم نیومد که بگم مثلا موزیکی دوباره میرم گوش میدم نمیرم گوش بدم. خب از اون موزیکا ولی خب مثلا همین لورستان محسن لورستانی و چه میدونه همون تجنگی و اینا که دارن مثلا لوری و کردی و اینا میخونن کلی مخاطب و طرفدارای غیر یعنی فارسی زبان پیدا کردن. آخه اونا میفهمی چی میگه دیگه، اگه گوشه‌ای در من میفهمی چی میگه مثلا ممکنه بعد کلمه ها رو نفهمی. آره ولی دیگه مثلا موضوع کلی رو میفهمی. آره چون موضوعاشون ساده است و اون کلماتی که استفاده میکنن سعی میکنن فارسی با لهجه مثلا لکی یا کردی باشه تو میفهمی، ولی اگر کلا بخوان کردی بخونن کلا بخوان لکی بخونن که کلا نمیفهمی چی چرا کلا شد. ولی آره مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. یکی موزیک دیگه‌ش هم شاید بریم حالا نگاه کنم ببینم کدومشون، شاید از اون فیتا بریم با هومانش یا با کنیسش. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید، لایک کامنت سابسکرایب ویدیو قبلی ویدیو بعدی دیگه خودتون همه کاراشو بکنید. دمتون گرم که حمایت میکنید. ما چه ازتون، خدا نگهدار.